اما سلمان فارسی به ماهونج میگه که این یه دامه، این یه توته است، اگر قبول کنی بعدش تو رو کذاب خطا میکنن و میگن چطور همون چیزی که تو خواستی رو جبرئیل به تو وحی کرده. ولی ماهوند بهش میگه که من گوش کردن رو خوب آموختم، نه گوش کردن عادی، گوش کردن همراه پرسش. غالبا وقتی که جبرئیل ظاهر میشه انگار که میدونه در دل من چی هست و من چی میخوام، انگار که جبرئیل از درون قلبم ظهور میکنه، از درون ژرفای روحم. توصیف وحی: بدن ماهوند سخت و سختتر میشود، رگهایش بیرون میزند، شکمش رو با دست میگیرد. این شبیه حمله سر نیست، انگار با تمام توان با چیزی گلاویز شده است. جبرئیل نیز این را حس میکند و بعد آن قدرت و نیرو به فک و تارهای صوتی ماهوند میرسد و صدایی از او بیرون میآید و بعد او چشمانش رو باز میکند و جبرئیل را میبیند و جبرئیل نیز این را حس میکند و دهانش میجنبد، زیرا آن دو درون یکدیگرند. وقتی ماهوند به غار میرسد خوابش میبرد و بعد از آن خواب بیدار میشود و دوباره خوابش میبرد، اما این خواب دوم یک خواب معمولی نیست، شبیه خلسه است. ماهوند درد شدیدی در شکمش حس میکند، کشیدگی در قسمت ناف، و جبرئیل بر روی ماهوند میافتد و گویی آنها از ناف به یکدیگر متصل شدند و جبرئیل از شکم ماهوند بیرون میآید. اینجا دیگر جبرئیل نیست که سخن میگوید، انگار ملک مقرب درون ماهوند است. ماهوند به خلسه میرود و گوش میدهد، همان گوش دادن همراه پرسش. ماهوند هفته ها با جبرئیل کشتی میگیره اما جبرئیل هیچ جوابی نداره و تمام جواب هایی که ماهوند میگیره در اصل حرف های خود ماهوند هست که دهان جبرئیل رو تکون میده و این حرف ها رو داخلش میذاره. بعد از این همه کشتی ماهوند با جواب از کوه بر میگرده و در بیابان با خودش فریاد میزنه آن شیطان بود و با بیانش این رو به حقیقت تبدیل میکنه. آن دفعه شیطان بود، جبرئیل نبود، آن آیات شیطانی بود. اما جبرئیل آن بالای کوه با خودش حرف میزنه و میگه دفعه اول خودم بودم، دفعه دوم هم خودم بودم، هر دو دفعه خودم بودم. و دهان جبرئیل از طریق ماهوند باز و بسته میشده. حالا چرا ماهوند به این نتیجه رسید که اون جبرئیل بود و شیطان نبود؟ به خاطر اینکه ماهوند بعد از این کشتی گرفتنها شکست میخوره و به خودش میگه که فرشته خدا هرگز شکست نمیخوره و به همین دلیل اون جبرئیل واقعی بود. اما شکست ماهوند به خاطر خستگی و ناتوانی خودش بود. راستی بچه ها، تا یادم نرفته بذاریم بگم که از روی کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی یک فیلم هم در آمریکا ساخته شده به نام اینسپشن که من قبلا اینو نقدش رو اینترنت گذاشتم، لینکش رو این بالا میذارم، تو زیر ویدیو هم میذارم، بعدم برین حتما اینو ببینین، خیلی جالبه. اگه دوست دارین این کتاب رو، اون زیبایی ها و خیال انگیز بودنش رو تجربه کنید، لینکش رو پایین این ویدیو میذارم، برین بخونید. من ویدیوهای دیگه ای هم دارم که توش به صورت علمی دین رو بررسی کردم، مثل خدای کوانتومی در فیلم ماتریکس و روح که به صورت فیزیکی و الکترومغناطیسی اونو توضیح دادم توی ویدیوهای دیگه. اینا لینکش پایین این ویدیو هست. اگه خوشتون اومد و دوست دارین منو حمایت کنین، این شبکه رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین.